متا فصل 25. در آن روز پادشاهی آسمانی مثل ده دختر جوان خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. پنج نفر از آنان دانا و پنج نفر نادان بودند. دختران نادان مشعلهای خود را با خود برداشتند ولی با خود هیچ تیل نبردند. اما دختران دانا مشعلهای خود را با ظرفهای پر از تیل بردند. چون داماد در آمدن دیر کرد، همگی خوابشان برد. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت: داماد می آید، به پیش او بیایید. وقتی دختران این را شنیدند، همه برخواسته مشعلهای خود را حاضر کردند. دختران نادان و دختران دانا گفتند: مشعلهای ما در حال خاموش شدن است، مقداری از تیل خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند: نه خیر، برای همه ما کافی نیست، بهتر است شما پیش فروشندگان بروید و مقدار تیل برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتند تیل بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن پنج دختر دیگر برگشتند، فریاد زدند: ای آقا، ای آقا، در را برای ما باز کن. اما او جواب داد: به شما میگویم که اصلا شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. پادشاهی خدا مانند مردی است که میخواست سفر کند. پس غلامان خود را خواسته تمام ثروت خود را به آنان سپرد و به هر یک به نسبت تواناییش چیزی داد. به یکی 5 سکه طلا و به دیگری 2 سکه و به سومی 1 سکه و پس از آن به سفر رفت. مردی که 5 سکه طلا داشت زود رفت و با آنها تجارت کرد و 5 سکه طلا سود برد. همچنین آن مردی که 2 سکه طلا داشت 2 سکه دیگر سود آورد. اما آن مردی که 1 سکه طلا به او داده شده بود رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. بعد از مدت زیادی ارباب برگشت و با آنها به تصفیه حساب پرداخت. کسی که 5 سکه طلا به او داده شده بود آمد و 5 سکه را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت: تو این 5 سکه را به من سپرده بودی؟ این 5 سکه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین، ای غلام خوب و امین، تو در امر کوچک امانت و درستی خود را نشان دادی. من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در خوشی ارباب خود شریک باش. آنگاه مردی که 2 سکه طلا داشت آمد و گفت: تو 2 سکه به من سپردی؟ این 2 سکه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین، ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچک امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در خوشی ارباب خود شریک باش. سپس مردی که 1 سکه به او داده شده بود آمد و گفت: ای ارباب، من می دانستم که تو مرد سختگیری هستی. از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپوشیده ای جمع می نمایی. پس ترسیدم و رفتم و طلایت را در زمین پنهان کردم. بفرما، پول تو اینجاست. ارباب گفت: ای غلام بدسرشت و تنبل، تو که می دانستی من از جایی که نکاشتم درو می کنم و از جایی که نپاشیدم جمع می کنم. پس به همین دلیل می باید پول مرا به صرافان می دادی تا وقت من از سفر برمی گردم آن را با سودش پس بگیرم. 1 سکه طلا را از او بگیرید و به آن کس که 10 سکه دارد بدهید، زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. این غلام بیفایده را به تاریکی بیندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید،
بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملت‌های روی زمین در حضور او جمع می‌شوند. آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از بزها جدا می‌کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث پادشاهی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقت گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقت تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که مسافر بودم مرا به خانه خود بردید، وقت عریان بودم مرا پوشانیدید، وقت بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان جواب خواهند داد: ای خداوند، چه وقت را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم؟ و یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی مسافر بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کردید. آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای خدا زدگان، از من دور شوید، و به آتش ابدی که برای شیطان و فرشتگان او آماده شده است بروید. زیرا وقت گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقت تشنه بودم به من آب ندادید، وقت مسافر بودم به من منزل ندادید، وقت برهنه بودم مرا نپوشانیدید، و وقت بیمار و محبوس بودم به عیادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد: کی تو را گرسنه یا تشنه یا مسافر یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کار برایت نکردیم؟ او جواب خواهد داد: بدانید آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و آنان به جزای ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به زندگی ابدی داخل خواهند.